نتوانست. بیت بعد میگه خود قضا بر سبلت آن هیلمند زیر لب میکرد هر دم نیشخند. انگار که قضا یه شخصیتیه وایساده اون کنار فرعون رو نگاه میکنه و هی ریشخند میزنه. ریشخند یعنی خنده ای که توش یک حقارتی هم داره به اون طرف مقابل. هیله مندم یعنی صاحب هیله، کسی که هیله به کار میبره. صد هزاران طفل کشت او بیگناه تا بگردد حکم و تقدیر اله. خب تو اون داستان عرض کردم این راه افتاد بچه ها رو کشتن. می کش چرا؟ تا بگردد، یعنی عوض شود حکم و تقدیر اله. بازم این داستان ها با یه طوری به ما وصله. ما هم هزاران لحظه رو می کشیم برای اینکه به اون خواستمون برسیم، برای اینکه اون چیزی که انتظار داریم برآورده بشه. تا که موسای نبی ناید برو، بچه ها رو برای این میکش دیگه. تا که موسای نبی ناید برو، کرد در گردن هزاران ظلم و خون. این کشتن بچه ها تغییر قضا این بود که موسی زاده نشه و این باعث شد که هزاران خون بریزه. آن همه خون کرد و موسی زاده شد و از برای قهر او آماده شد. حالا علارغم تمام این تلاش های فرعون، موسی اومد زیر دماغ فرعون بزرگ شد. خب این اشاره ای کرد مولانا به قضا و قدر که در لغت به معنی خواست و اجرای میل خداست، یعنی آنچه که خدا میخواد اجرا میشه. و بازم دفعه های پیش توضیح دادم که نگاه عرفا این هست که همه چیز از اوست، به طب هر اتفاقی در این عالم میفته خواست اوست. خب اتفاقاتی که میفته برای ما مهمترینش همین لحظه ای هست که توش هستیم. گر بدیدی کارگاه لایزال، دست و پایش خوش گشتی ز احتیال. احتیال یعنی حیله کردن. اگه میگه اون میدید کارگاه اون هستی رو، این کل رو میتونست ببینه، اون وقت دست دلش نمی رفت که حیله‌ای به کار ببره. اندرون خانهش موسی معاف، و از برون می کش طفلان را گزاف. این بیرون همه بچه ها رو داشت می کش، موسی هم تخت گرفته و تو خونه این خوابیده بود. همچو صاحب نفس، حالا ربطش میده به اون مطالب شروع داستان، میگه همچو صاحب نفس، یعنی این فرعون و موسی داستانشون مثل حکایت خود ماست. مایی که صاحب نفس هستیم، صاحب خود هستیم. همچو صاحب نفس کو تن پرورد، بر دگر کس ظن حقدی میبرد. حقد یعنی دشمنی، حسادت و دشمنی.
میگه ما در درون خودمون یک موجودی رو داریم میپرورانیم و بیرون دنبال دشمن میگردیم، مثل حکایت فرعون. همچو صاحب نفس کو تن پرورد، یعنی اون خدا رو میپروراند با اضافه کردن چیزها بهش، یعنی دائم هر جا دانشی هست، هر جا، همه رو میخواد جمع کنه تو خودش، هی داره این وجود خیالی رو، موهوم رو هی بزرگ میکنه، میپروره. و این موجود در درون این، یعنی در این عالم خیال، اینم یه سری هم دشمن داره و این دشمنان هم بیرون خودش فرض کرده، مثل فرعون. کین عدو و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او آن تن است، همون تنی که پروریده. او چو فرعون و تنش موسی او، او به بیرون می دود که کو عدو. اینم ربط این دوتا به هم، میگه اینم آدمی که این خود رو می پرورد و هی بهش اضافه می کند. هفته پیش گفت مال و جاه و کسب و و پشت خر، یعنی پالان خر که شما دنبالش میدید، همین چیز هست، مال و منال و جاه و آبرو. امروز هم گفت، تکرار کرد، میگه خب اینا رو تو جمع میکنی، تو رو میبره به یک عالم خیال. در اون عالم خیالم دوست رو از دشمن نمیتونی تشخیص بدی، دنبال خوشی هستی ولی سر از آتش در میاری، برای اینکه نمیدونی خوشی چیه. او چو فرعون و این تن که دشمن اوست، مثل موسی درون خانش گرفته خوابیده، ولی این داره بیرون دنبال دشمن میگرده. او به بیرون می دود که کو عدو، نفسش اندر خانه تن نازنین، بر دگر کس دست می خواهد بکین. پس این میگه دشمن اصلیش تو خونشه، ولی راه افتاده دست می خواهد، یعنی پنجه می کشه، دست می اندازه به دیگر کسان، به زن دشمن بودن.